سلام، مهتا اینجاست. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره که کلی جاهای مختلف بریم که یه مقدار نزدیک همن. اینجا الان نشستم تو راهم. بعد برای اینکه حس کردیم شاید اون گتیگاه شلوغ باشه، خیلی زودتر راه افتادیم. قراره که تئاتر کلونل که چند وقت بود همه جا تبلیغشو می‌کردن بریم، که تالار وحدته. سعی کردم ویدیوی خیلی چیل و آرومی باشه با موزیک. اول از همه که تئاتر شهر رفتیم. آسمون خیلی خوشگل بود. بعد یه دونه از این آب انار فروشی خیلی خوشگل دیدم، سبک قدیمی. کلی پیاده روی داریم امروز. این ویدیو هفته‌های قبل فیلم برداری شده، به خاطر همین یه حالت هالووینی داشتش. این یکی کافه که رفتیم، دوکان 1984 بود فکر می‌کنم اسمش، رفتیم که قهوه بکنیم قبل از اینکه بریم تئاتر. فضای پشتش این شکلی بود. بعد جادسمیلاش خیلی باحال بود. ببینید وقتی دستمال می‌ذارین تو شبیه کوه میشه، کوهی که روش برف اومده. خیلی من خوشم اومد، خیلی چیز جزئی بود ولی خیلی قشنگ بود. بعد بیرونش هم همین فضایی داشت که یه گوشه دوباره خیلی باحالی داشت. بقیه‌ش هم ناکن حالت هالووینی داده بودن. روح و مثلا اینجا این خفاش گوگولیه بودش پشت پنجره و اینا. ویدیو الان که فکرم آپلودش کنم خیلی گذشته باشه از هالووین، ولی دیگه اون موقع خب نزدیک هالووین بود. بعد دیگه پیاده رفتیم تا تالار وحدت. بافنی خیابوناشون هم خیلی باحاله. بعد دیگه هم همیشه قهوه فروشی های کوچیک، کافه های کوچیک و اینا بود، خیلی قشنگ بود. رسیدیم تالار وحدت. گفتن که نمیتونیم نوشیدنی اینا رو ببریم تو، بخاطر همین چون هر روزم مونده بود تئاتر رو ما زود رسیده بودیم، دیگه نشستیم بیرونش که اونم فضاش باز خیلی قشنگه، اون بولوار ماننده. اونجا نشستیم دیگه نوشیدنی همون رو خوردیم که بعدش بریم داخل. هوا سرد بود ولی من این آیس کارامل ماکیاتو رو خیلی دوست دارم. بعد اصلا صدای به هم خوردن یخ و من اینجوری خیلی خوشم میاد. یعنی هر چقدر هوا سرد باشه امکانه اینکه این نوشیدنی رو بگیرم واقعا باز خیلی زیاده. دیگه رفتیم داخل. فضای بیرونی تالار وحدته که براتون فیلم گرفتم. کنه خیلی فضای خوشگل و جذابیه. اینجا یه حالت لابی مانندشه که بوفه هم داره، میتونیم به چیزی بگیریم از خود همین داخل. بعد منتظر بمونیم که سانسمون بشه. بعد که یه حالت زنگی رو زدن دیگه رفتیم بالا. صندلی که ما گرفته بودیم طبقه های بالا بود، مثل این رنگ قرمزش، حالت مخملیش. اینا ویوی جایی که ما نشسته بودیم، اینجا ارکسترشون هم معلوم بود که داشتن هرچند خیلی تمرین های ریزی میکردن. Thank you.
مصر تموم شد، پیاده رفتیم یه جایی که همون نزدیکی‌ها بود که شام بخوریم. تماس خیلی خوب بود، خیلی به موقع شروع کردن، به موقع تمام کردن، اینا خیلی قشنگ بود، اوکی بود، تاریخی بود. اومدیم اینجا که اینجا فضاش حالت سنتی داره. بعد همونطور که دیدین یه حالت هالووینی، باز اینم یه دونه کدو گذاشته بودن به خاطر اینکه کلا نزدیک هالووین بودش اون موقع. کنن خیلی ریزه کاری داشت اینجا، از زیر پله، همین خود دیواراش، تابلوهاش، اصلا کلن همه چیشون خیلی ریزه کاری داشتش و اینا خیلی قشنگ و پرکار بودش، سنتی بود. من چیزای سنتی و حالت اینجور قدیمی خیلی دوست دارم. تیمه پیج اینستام هم دارم سعی میکنم که همینطوری یه حالت قدیمی نوستالژی اینایی خوبی باشه. اگه دوست داشتین آیدیشو توی کپشن گذاشتم که فالو میکنین. اینجا کلن خیلی منوشون منوی جالبی بود. غذا داشتن، صبحونه داشتن، نوشیدنی داشتن سرد و گرم. بعد اینکه غذاهاشون خیلی جالب بود که غذا فست فود مثلا نداشتن. بعد غذای سنتی هم غذاهایی که مثلا چلو نداشتن، مثلا چلو کباب، چلو جوجه دمم، چلو بختیاری، اینجور داستانا، اینجوری غذای سنتی نداشتن. ما خودمون هم اینجا دلمه گرفتیم که دلمه برگ بود، خیلی خیلی خوشمزه بود. یعنی همونجوری که من دوست دارم، خیلی ملس بود، نه خیلی ترش بود، نه خیلی شیرین بود، خیلی خوب بود. دلش کشم خیلی زیاد بود. بعد کنارش هم ترشی لبو گذاشته بودن. اسم میز ما سپیدار بود که اسم میزش هم حتی خیلی باحال بود. بعد آره خلاصه، بعد یه دونه دفترچه قدیمی هم داشتن مربوط به این رستورانشون که قسمت مختلف رستوران نوشته بود، یه تاریخچه ریزی از هر کدوم از غذاهاشون و هر کدوم از وعده‌هاشون، خود رستوران ننوشته بود. خیلی باحال بود، خطش، ادبیاتش، عکساش، اصلا این دفترچه خیلی چیز باحالی بود به نظر من. کلا من خیلی ازش خوشم اومد. براتون صفحه صفحه الان اینجا فیلم گرفتم، هی ورق می‌زنم. بعدم اینکه آره خلاصه، غذا چلو اینا نداشت، مثلا کوفته، میرزا قاسمی، دیگه نمیدونم، همینجوری دلمه برگ، دلمه فلفل، دلمه، خیلی غذاهای سنتی یا حالتی که مثلا با برنج نیستن، میدونین، اینجوری چلو اینا نبود. خیلی چیز جالبی بود و منوش که دیدم فهم کردم که مثلا کبابینا داره، ولی اینجوری نبود. الان عکسارو هم نگاه کنین، مثلا دیزی داشتش با مثلا کتلت، مثلا کباب تابعی، چیزای خیلی بامزه ایرانی داشتش. ما چای گرفتیم بعدش، بعد من موهیتو هم گرفتم که موهیتوشون هم خیلی خوشمزه بود. موهیتوی مدرن ایتالیایی نبود، یه موهیتوی حالت سنتی تو بود، شربتی بود. بعد هم این که داری اسنپ گرفتیم که برگردیم و برگشتیم. یوتیوب متاسفانه داره همجوری سابسکریپشن ها رو حذف میکنه. اگر که دوست دارین کانال من رو داشته باشین، بقیه ویدیوها رو ببینین، حتما کامنت بذارین. کامنت ترجیحاً متنی باشه که حذف نشین.
آره دیگه خلاصه اینجا که این ویدیو رو داشتم میگرفتم از بیرون واقعا خسته بودم، حسابی خورده بودم، اصلا خوابالو شده بودم. خیلی روز خوبی بود، خیلی خوش گذشت و تو کامنت ها منتظرتون هستم. نظرتون رو بنویسین این جایی که رفتم و شما هم رفتین تا حالا، تئاتر به نظر شما خوب بوده اگه رفتید، و کلا داره تو کامنت ها باهاتون دوست دارم در ارتباط باشم، برام حتما بنویسین. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و امیدوارم که همیشه مثل ماه بدرخشین. تا ویدیوی بعدی فعلا.